من احساس کنم بحث تفکیک جنسیتی در فضایی مطرح شده که شناخت درستی از محیط دانشگاه نداره. اصلا موزل دانشگاه‌های ما فقط مسائل بیبندوباری نیست، بحث علمی شویی که بهش توجه کنه که مهمتره. در ثانی مسائل اخلاقی که در کلاس ها رخ نمیده که ما کلاس ها رو تفکیک کنیم. یه فکر باید راه روها و محیط و فضای بیرون دانشگاه و فضای مجازیش هم باید بکنیم. آیا این طرح میتونه اینو پوشش بده؟ من یه سوالی دارم از مدافعین این طرح. امروز در علوم انسانی نسبت دانشجویان دختر و پسر بالای 65 به 35، تو بعضی از دانشگاه 75 به 25. تو دانشگاه شهید بهشتی یکی از دوستان من در رشته ادبیات درس میخونه، یک نفر پسر 32 نفر خانم هستن. این تفکیک جنسیتی برای این دوره چجوری معنی پیدا میکنه؟ بله، ما با بحران ازدواج روبرو این و مسئله مجموع مسائلی که به غریزه جنسی مربوط میشه، به نظرم مهمترین مسئله جوانان کشوره. میدونین یونسکو در یک نظرسنجی 16 مسئله و مشکل رو برای جوانای همه دنیا برشمرده و مهمترین اونها بحث غریزه جنسی و مسائل مربوط به اونه. و همه کشورها سعی کردن با طرح راههایی برای برطرف کردن این مسئله مشکلات رو پیش روی جواناشون بردن و ما باید اعتراف کنیم که تو این قصه نامعفریم. یعنی نه مثل کشورهای غربی یه آزادی بیبندوبار غیر دینی داریم، نه تونستیم به مسائل دینی خودمون و تعالیمی که داریم عمل کنیم. در با بحران رو بریم، طبیعتا مسکن و شغل و این هم در کنارش هست. من به خاطر مختصر درسی که در جامعه شناسی خوندم از منظر واقعی گرایی و توصیف فضا نگاه میکنم. به واقع شرایط ما اینجوری نیست که در عرصه جامعه با این جمعیت زیاد و شرایط اقتصادی بتونیم از یک جوانی تو این شرایط امروزی توقع داشته باشیم که بیا به این آیه قرآن اینگونه عمل کن و دل به دریا بزن. یعنی اگر کسی از سر ایمان واقعی اینطور که شما فرمودین بر اساس آیه قرآن عمل کنه قطعا موفق میشه، ولی یه مجموعه از امور دست به دست هم داده که هم خانواده هم اصل ازدواج همش کمرنگ شده، شغل و کار هم شغل و مسکن هم که سخت گیر میاد مزید بر علت شده و ما واقعا نمیتونیم یک توقع خوب و درستی داشته باشیم که همه جوان‌ها با یک ایمان قوی از آیه قرآن تبعیت کنن. حالا ما اگر بتونیم امروز باید یا توی یه جای دیگه توی یه وقت مبسطی ثبت زندگی رو مورد نقد قرار بدیم و بعد اینکه حالا برای این جماعت زیاد جامعه چی کار کنیم. آمار فراوانی ماهواره تو تهران میگن نزدیک 50%. چرا دیگه بگیم میبینن که بعد اون وقت در موردش بخوایم سخت تصمیم گیری کنیم؟ هم ماهواره رو میبینن، هم ماهواره رو میبینن، هم شبکه من و تو و بعدش فارسیوان بیشترین بیننده رو داره. اگه قرار اینا رو نگیم نمیگیم، ولی اگه وجود داره وقت بعد واسش فکر. خب یه نکته من اشاره کنم، این پدیده در سراسر دنیا هم وجود داره. یعنی همه دنیا داره به سمت آمریکایی شدن تو سبک زندگی پیش میره، نفسانیت و روزمرگی زندگی ترویج میشه. تو شبکه‌های ماهواره‌ای که برای ما تدارک داده شده یه مقدار به نظر میسه هدفمندتر بنیانهای خانواده ما داره به هم میزه. همه جای دنیا میتونه ببین، من هفته پیش مغولستان بودم و روسیه. مغولستان یه ده خیلی بزرگیه با کشوری که به نظر ما مسعد داره 2.5 میلیون نفر جمعیت داره که نصفش تو پایتختن. اونها دقیقا جووناشون از غروب به بعد همین رفتاری میکردن که ما تو بعضی از فیلم‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای میتونیم ببینیم. روسیه هم که رفتیم باز همین وضعیت بود، یه خود مدرن‌تر، همون به سبک هالیوود دارن زندگی می‌کنن. بپذیریم که وقتی ماهواره رو می‌ذاریم اینجوری تو جامعه بعد از 10 سال روش پیدا کنه، یه جماعتی تو مناطق تهران دیگه این سبک زندگی رو هنجار بدونه. می‌ذاریم این چی؟ می‌گذاریم که همه به ماهواره رو ببینن اینا، یعنی چی؟ بالاخره تو انگلستان دیش ماهواره کسی نمی‌تونه رو پشتونش بذاره. اصلا هم نیرو انتظامی نمیره برخورد کنه، اسم راپل هم نمیارن که بعد ماها بخوایم مثلا، یعنی بعد برخورد کرد جمع کردی؟ نه، شهرداری جمع میکنه. شهرداری میگه فضای شهر رو زشت کردی. خب قانون دارن دیگه، درسته؟ هم قانون دارن هم
تیپ دارن، همین که تعداد زیادی شبکه‌های ملی دارن برای اینکه بتونن انواع نیازهای مخاطبشون رو برآورده کنن. البته یه تفاوت مهم هم با ما دارن، پایترین شبکه‌های تلویزیونی هم که مثلا فیلم‌های مستند پخش می‌کنن با بعضی از نرم‌های دینی اعتقادی ما نمی‌خونه. ولی بالاخره ما باید قدم برداریم که بعد از جوان توقع داشته باشیم که نخواد مثل فیلم‌های سریالی. آره آنتنا جمع شد. بعدش چی؟ جای دیگه. اولا نمیشه به این آسونی دیگه جمع کرد. این حرفو نباید بزنیم. در ثانی اگر جایگزین براش تدارک نبینیم، در اصلی که صنعت تفنن و تفریح مهمترین دغدغه جامعه است، قطعا با بحران اجتماعی سیاسی روبرو میشه. چه جایگزینی؟ ببینید خیلی سوال مهم و بزرگی رو در یک فرصت کم میپرسید. حتما روش فکر کردم. حتما میتونید یه اشاره بکنید. دقت کنم حرفی نزنم که در منظر عموم مردم یک وقت تبعات منفی داشته باشه. ولی به نظر شما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان فرهنگ و هنری شهرداری، میراث فرهنگی، محیط زیست، بهزیستی، آموزش پرورش، اینا نمیتونن یه شبکه 12 ساعته هر کدوم در روز از تولیدات خودشون داشته باشن؟ همش هم بیاد تو چارچوب قوانین صدا سیما اشراف داشته باشه. شبکه‌های استانی مون رو نمیتونیم گسترش بدیم؟ الان این شبکه آی فیلم، من رفتم خارج از کشور دیدم یه نفر ما رو میشناختش که ایران شما رو از شبکه آی فیلم میشناسن. خب اینو زودتر دست به کار شید. آمیسم نظر شما چیه؟ تو این قصه بحث مهمی هم هست، یعنی نمیشه واقعا به قول آفرید درسته نمیشه با یه بحث کوچیک جمعش کرد. درسته، شاید نیاز به یه در واقع توافق بالادستی داره بحث ماهواره، یعنی توافقی که منجر به یک عزم بر اساس این توافق بشه، عزم حاکمیتی بر اساس فهم دقیق و درست و واقعی از فضای اجتماعی. ببینید در ارتباط با ماهواره، ماهواره دقیقاً داره همکاری میگه که همکاری میکنه که شما میگید، یعنی داره خانه و خانواده رو به عنوان محوری ترین و مهمترین سنگر و کانون اجتماعی داره میزنه. شما وقتی خانواده رو در واقع پدر جامعه رو میزنی، پدر رو در خانواده میزنی، عملا داری نظام سیاسی اسلام رو هم داری میزنی. شما وقتی اعتماد رو در خانواده از بین میبری، اعتماد عمومی رو در واقع در جامعه داری از بین میبری. کاری که شبکه صهیونیستی فارسی وان داره انجام میده، سوار شدن بر یک نفسانیات در واقع آدم ها و تاثیرگذاری برای پاشش اجتماعی، پاشش اجتماعی از خانواده. خانواده منسجم میشه، جماعت منسجم میشه. خانواده ها الان خوشبختانه اینجوری نیست، اینجوری تو جامعه و واقعا اینجوری نیست، ولی خب باید از حالا باید فکر کنیم برای اینکه 10 سال بعد دوباره نگیم که مثلا ای کاش 10 سال پیش. باز من به مسئله گیر دادم، یه چیزی ما باید توصیفمون از جامعه درست بشه. اتفاقا چرا من با سه تا مشاور، ما چون تو مدرسه کار میکنیم رابطه گرمی با مشاورها داریم، با مشاوره مدرسه خودمون و بیرون، با سه تا مشاور ظرف یه ماه و نیم دو ماه گذشته صحبت کردم. بحث دلزدگی زن و شوهرها از هم به خاطر مسائل اخلاقی و مسائل جنسی جز مسائل جدی و بروز خانواده هاست، برای اونم خانواده هایی که تازه تأسیس هست. و این نمیتونیم بگیم که همش به خاطر شبکه فارسی وانه، ولی بالاخره با درصد پایین رشد پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. من یه چیزی بگم، مهندس بپرسم که بریم سر مسیرمون منحرف نشه. این که الان ما به موقع وارد شدیم سر قضیه ماهواره، یعنی بیام حالا حرف بزنیم، این که نه واقعا عقب افتادیم از نه هر زمان که آبو چی میگن ماهی از آب، آره ماهی از آب بگیری تازه است. من همین امروز اگر اون توافق اجتماعی، توافق حاکمیتی بر اساس فهم درست اجتماعی حاکم بشه و درست بشه، به نظرم همین امروز ما بردیم. در کشورهای بعضا بزرگ و مثلا پیشرفته اقتصادی دنیا در ارتباط با اینترنت طراحی هایی کردن و اینترنت بومی رو برای خودشون به دست آوردن. ایران جزو کشورهای سوسن آقا در جزو کشورهایی است در دنیا که از گوگل آمریکایی رسما داره استفاده میکنه. گوگل آمریکایی، فارسیشو نبین، خط فارسیشو شما نبین، گوگل آمریکاییه. تو اکثر کشورهای دنیا، توی همین کشورهای شرقی ما،
ارتباط برقرار کردن، گوگل رو آوردن پای میز مذاکره، بهش میگن آقای گوگل، یا ما جلوتو میگیریم اگر اونچه که سیاست‌های فرهنگی ماست که کردن تو چین، کردن تو چین که تو خیلی کشور دیگه کردن. من میگم ببینید، ما خیلی وقتا رو درواسی میکنیم، یه چیزی میگن بعد خودمون باور میکنیم، همچین خبری نیست. یادم ببینید، من یه مقدار موازم با موازه جناب آمیسم متفاوت بود، ولی یه مطلبی باید فراموش نکنید، ما واقعا مورد حمله و هجمه ایم. شما از کسانی که تو گوگل به زبانهای مختلف سرچ میکنن و واردن، مثلا گوگل عربی، گوگل روسی رو من یکی پرسیدم، انگلیسی هم تا حدودی، اصلا مدل جستجو اون چیزی که شما دوست کرده من میزنی و تو فارسی میاد نیست. نه تنها آخه وقتی میپرسی چرا اینجوری میشه، میگن جستجوی ایرانی ها خیلی اینطوریه. نه تنها اینطوری نیست، بلکه مانع میشن از اینکه سایت هایی که با بعضی الفاظ شروع میشه و فراوانی بعضی حروف توش زیاده، یعنی با برنامه‌ریزی داره فارسی برنامه‌ریزی کرد، من از اون فارسی به شدت هم معتقدم که اینطوریه. حالا به همین دلیل وقتی که جناب آقای نیلی صحبت از عزم ملی میکنن، ما باید در شرایطی که داریم از طرف ماهواره ها بمباران میشویم، برای عزم ملی دو تا لایه در نظر بگیریم، یکی تصمیم حکومتی، دوم ایجاد فضای پذیرش اجتماعی. وقتی که زنا احساس خطر نمیکنن از اینکه کنار همسرانشون بشینن فارسی وان ببینن، هر چقدر شما قانون وضع کنی که برای دیش ماهواره، اینترنت یا هر پدیده دیگری شبیه اون بخوای ممانعت ایجاد کنی، این مسئله موفق نمیشه. ما باید به خانم های جامعه بفهمیم که اگر علاقمند به تربیت فرزندتون هستین و اگر میخواین که بنیان خانوادهتون سالم و پابرجا بمونه، نباید این تن به همچین مقوله‌ای بدین. تازه اون وقت لایه‌های کم فرهنگ‌تر بدتره. شما می‌بینید تو عشایر دیش ماهواره هست، یعنی جستجو کنین تو مجموعه عکس‌های خبرگزاری مهر، عکس مجموعه گذاشته بودن.